بینندگان گرامی، سلام و وقت بخیر به یک مجموعه تازه خبری از دری میدیا خوش آمدید. با دنبال تسلیم دهی کنسولگری افغانستان در مشهد و طالبان، شماری از منابع از معامله امیر اسماعیل خان با طالبان و پادرمیانی وی میان جابر انصار و طالبان سخن میگویند. همزمان با این شماری از رسانه‌های محلی از نصب پدافند هوایی از سوی چین در افغانستان خبر داده و طالبان آن را تکذیب کرده است. همچنین وزیر معارف طالبان میگوید که برای رهایی از گیسنی طیاره‌های بی‌سرنشین مردم افغانستان باید علوم عصری را بیاموزند. همچنین شماری از استادان زن افغانستان تعیین 5000 معاش را توهین خواندند. با ما باشید و از جزئیات این اخبار و چندین گزارش تازه و مهم دیگر آگاه شوید. از مشهد ایران خبر می رسد که کنسولگری افغانستان در این ولایت ایران رسماً در اختیار طالبان قرار گرفته و وزارت خارجه طالبان فیض الرحمن عطایی را به عنوان سرپرست کنسولگری افغانستان در مشهد منصوب کرده است. آگاهان اما میگویند که کنسولگری افغانستان در مشهد به دلیل تعداد زیادی از مهاجران افغان ساکن مشهد و شهرهای اطراف آن و همچنین به دلیل نزدیکی به مرز افغانستان و عبور کالاهای تجاری از مرزهای این منطقه اهمیت سیاسی و اقتصادی بالایی دارد و طالبان در 3 سال گذشته بارها تلاش کردند تا این کنسولگری را تصاحب کنند. گفتنی است که این کنسولگری را تا پیش از این عبدالجابر انصار از دیپلمات‌های دولت پیشین افغانستان اداره می‌کرد و یک بار طالبان تلاش کرده بود تا افراد خودشان را جابجا کند که با مقاومت شدید وی روبرو شده و طالبان موفق نشده بودند. مقامات طالبان در واکنش به این موضوع گفته بودند که پس از این هر نوع مهر و امضای کنسولگری افغانستان در مشهد اعتبار ندارد و طالبان آن را قبول نمی کند. همزمان با این برخی از منابع مدعیان که تحویل دهی کنسولگری در پی گفتگوهای امیر اسماعیل خان و طالبان صورت گرفته است. بعضی ها اما از جبهه مقاومت و ضعف این جبهه انتقاد می کند و شماری هم می گویند که این کار در پی تبانی با دولت ایران انجام شده است. سلام ادب دارم حضور شما و حضور بیننده های شما. این تصمیم کشور میزبان است. یک مقام وزارت خارجه ایران اما گفته است که هنوز مسیر قانونی معرفی سرقنسول جدید طالبان انجام و تایید نشده است. احمد معصومی فر، رئیس نمایندگی وزارت خارجه ایران در شمال شرق این کشور، با خبرگزاری ایسنا افسوده، فردی که مسئولیت قنسولگری را بر عهده گرفته، سرپرست موقت است. این مقام دولت ایران علاوه کرده که در مراحل بعدی باید فردی در چهارچوب دیپلماتیک از سمت افغانستان معرفی و با تایید وزارت خارجه ایران به عنوان سرقنسول افغانستان در مشهد آغاز به کار کند. گفتنی است که مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی نخست وزیر طالبان، روز گذشته و همزمان با تحویل دهی کنسولگری افغانستان به طالبان وارد تهران شده و قرار است تا در مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید ایران اشتراک نماید. مخالفان اسماعیل خان اما میگویند که این رهبر جهادی با طالبان ارتباطات نزدیک دارد و طالبان چندین بار از وی خواسته است تا به کشور برود. گفتنی است که نزدیکان اسماعیل خان هر نوع دست داشتن وی در قضیه تحویل دهی کنسولگری را رد کرده و آن را نادرست می‌خوانند. در همین حال عنایت الله خارزمی، سخنگوی وزارت دفاع طالبان، نصب پدافند هوایی با کمک چین در میدان هوایی بگرام را دور از واقعیت خوانده است. آقای خارزمی روز دوشنبه 8 اسفند گفته که نامه پخش شده از نام این وزارت
درباره کمک چین برای نصب پدافند هوایی در بگرام جلی است. پیش از این نامه‌ای در برخی از رسانه‌های محلی پخش شده بود که در آن از آمادگی برای به دست گرفتن کنترل هوایی افغانستان به همکاری چین سخن گفته شده بود. طالبا همه گپا را میشه کتمان کردن. بعد از نشر مکتوب چندین بار طیارات بی پیلوت در فضای میدان هوایی بگرام ولایت پروان و کاپیسا دیده شده. ملا یعقوب وزیر دفاع طالبان روز پنجشنبه 4 اسد با اشاره به گیسنی هواپیماهای بدون سرنشین بر حریم هوایی افغانستان گفته بود که طالبان تلاش دارد تا کنترل حریم هوایی را نیز به دست گیرد. همزمان با این وزیر معارف طالبان میگوید برای جلوگیری از گیسنی پهپادهای خارجی در آسمان افغانستان و حفاظت از حریم هوایی کشور با فراگیری آموزش‌های عصری نیاز است. عصری علوم د دې ټولنې ضرورت دی، لکه د انسان بدن سي غذات ضرورت لري. حبیب الله آقا در مراسم تقدیر از پیشتازان کانکور 1403 گفته است که آموزش علوم عصری فرض کفایی است. این مقام طالبان علاوه کرده است که بدون فراگیری آموزش‌های نوین، حفظ نظام و حراست از جغرافیای افغانستان امکان پذیر نخواهد بود. همچنین استادان زن دانشگاه‌های افغانستان میگویند که کاهش حقوق خود تا 5000 افغانی را تحقیرآمیز می‌دانند. این استادان میگویند که ما حداقل 20 سال درس خواندیم، تحقیق و پژوهش‌های علمی انجام دادیم، اما 2 سال است که در کنج خانه‌ها نشسته و با بدترین شرایط روحی و روانی دست و گریبان هستیم. آنان افزودند که صبر کردیم تا مگر طالبان بپذیرند که فرزندان افغانستان به ما نیاز دارند و به تحقیر و توهین ما در دروازه‌های دانشگاه‌ها پایان دهند. اما نه تنها چیزی تغییر نکرد، بلکه معاش کادر علمی با اجیران همسان شد. این 5 سال که تبدیل خانوما در نظر گرفتن امیرال مومنین، این خوب هیچ جایی نمیگیره. از سوی هم مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفته که خروج واشنگتن از افغانستان سبب تقویت عملیات‌های خارجی داعش شده است. این مقام آمریکایی روز دوشنبه 8 اسد در یک مصاحبه تلویزیونی افزوده است که پس از سقوط دولت افغانستان، هزاران تروریست از زندان بگرام آزاد و به صف داعش پیوستند. او اضافه کرده است که داعش از طریق مکسیکو وارد آمریکا شده است. دوستان گرامی، به پایان این بسته خبری رسیدیم. تا درود دیگر، بدرود.